سلام توی این ویدیو قرار با هم همه چیز رو درباره ترانزیستورهای BJT از نوع NPM و PNP یاد بگیریم اگه دنبال یه منبع کامل و کاربردی هستی که نه خسته کننده باشه و نه پر از اصطلاحات پیچیده این ویدیو رو از دست نده همیشه در طول ویدیو یادت باشه هر سوالی داشتی زیر ویدیو کامنت کن و با اشتراک گذاری ویدیو به دوستانت کمک کن که این مباحث رو یاد بگیرن ترانزیستورهای BJT از سه لایه ماده نیمه هادی تشکیل شدن که این سه لایه شامل دو لایه حامل نوع N یا نوع P و یک لایه وسط هستش بر اساس ترتیب این لایه ها ترانزیستورها به دو دسته NPN و PNP تقسیم میشن ترانزیستورهای NPN لایه وسط از نوع P و دو لایه بیرونی از نوع N هستند ترانزیستورهای PNP ام لایه وسط از نوع N و دو لایه بیرونی از نوع P هر ترانزیستور دارای سه تا پایه مهمه امیتر پایه‌ای که جریان رو وارد یا خارج میکنه بیس پایه کنترل کننده جریان که جریان کمی از اون عبور میکنه کلکتور پایه‌ای که جریان اصلی رو جذب یا هدایت میکنه در ترانزیستورهای MPN جریان اصلی حامل های الکترون از کلکتور به امیتر جریان داره پایه بیس جریان کمی رو کنترل میکنه که باعث میشه جریان بزرگتری بین کلکتور و امیتر برقرار بشه بنابراین جریان کلکتور تابعی از جریان بیسه در ترانزیستور پی ام پی جهت جریان حامل های اکثریت برعکس یعنی جریان اصلی از امیتر به کلکتور جریان داره بیس هم همچنان وظیفه کنترل جریان رو داره اما قطبیت ولتاژ ها و جهت جریان متفاوته جوری که بیس نسبت به امیتر منفیه تو دیاگرام ساده ای که کشیدم نشون دهنده اتصال پایه‌ها و جهت جریان ترانزیستورهای بی در انواع مختلف بسته‌بندی یا پکیج عرضه میشن که هر کدوم متناسب با کاربرد و توان مصرفی متفاوت تی 92 پکیج کوچیک و سبک و متداول برای ترانزیستورهای کم توان و پروژه‌های آموزشی استفاده میشه TO220 پکیج بزرگتر و فلزی که امکان اتصال به هیتسینگ رو برای دفع حرارت فراهم میکنه این نوع برای ترانزیستورهای توان بالا مناسبه و معمولا تو مدارهای قدرت و تقویت کننده ها کاربرد داره SOT23 بسته‌بندی ساعت نشین کوچیک و استاندارد برای مدارهای مدرن و بردهای فشرده است این پکیج در گوشی های موبایل و کامپیوترهای کوچیک و دستگاه قابل حمل کاربرد داره بقیه بسته‌بندی هم مثل sot TO 126 و غیره هر کدوم متناسب با توان و مجاز و سایز و کاربردهای های خاصشون تو مدارهای مختلف قرار میگیره. روش تست ترانزیستور BJT MPN و PMP رو توی این قسمت میخوام بهتون آموزش بدم که چجوری میشه دو تا ترانزیستور که شبیه هم هستند بفهمیم کدومشون NPN کدومشون PMP تو BJT ها خودتون میدونید که بیس کلکتور و امیتر سه تا پایه‌ای که ترانزیستورها دارن یه جدول میکشم و شماره هر ترانزیستور رو توی جدول قرار میدم که میخوام بهتون نشون بدم که وقتی پایه ها رو تست میکنم و اعدادی که پایه ها بهم به نشون میدن چه جوریه و چه جوری میتونم پایه بیس کلکتور و امیتر رو تشخیص بدم این دوتا ترانزیستور یکی c 557 b یکی BC337 هستش که میخوام ببینم کدومشون MPN کدوم PMP پایه هاش رو تشخیص بدیم و تست کنیم مولتیمتر رو حالت تست دیود قرار میدیم و به عددهایی که مولتیمتر بهتون نشون میده دقت کنید این عددها رو من بهتون نشون میدم تا با دقت ببینید چه عددهایی نشون میده و این عددها نشونگر پایه بیس کلکتور و امیتر هستش پایه بیس پایه ای که با هر دو پایه کلکتور و امیتر راه میده فقط مهم اینه که کدوم یکی از این پراپ مشکی یا قرمز یا همون مثبت و منفی با پایه های کلکتور و امیتر راه میده من اول B سی رو میخوام تست کنم و ببینم کدوم یکی از این پایه‌هاش هاش بقیه پایه ها میده و تست کنیم که پایه بیس رو پیدا کنیم پراپ قرمز رو به پایه شماره یک میزنم و پراپ مشکی رو به پایه شماره دو. میبینم اینجا عددی به من نشون نمیده حالا پراپ مشکی رو جابجا جا میکنم و به پایه شماره سه میزنم اینجا هم به من عددی نشون نمیده پراپ قرمز رو باید جابجا کنم به پایه وسط میزنم یا همون پایه شماره دو و پراپ مشکی رو به پایه شماره سه میزنم اینجا داره به من عدد نشون میده به پایه شماره 1 هم میزنم به من عدد نشون میده این یعنی چی یعنی پایه وسط یا همون پایه شماره دو پایه بیس منه که به هر دو پایه را میده یا عدد نشون میده که عددی بین دو ده هم تا 8 هم نشون میده این عدد هم بر اساس نوع ترانزیستوره که توی این ترانزیستور عدد مشخصی نشون میده پس پایه وسط پایه بیس بود که پراپ قرمز روش وست بود من اینجا مشخص کردم با پراپ مشکی هم بهتون نشون میدم که هیچ عددی نشون نمیده و دوتا پایه شماره یک و سه رو تست میکنم بقیه پایه ها رو هم همینجوری تست میکنم میبینید فقط پراپ قرمز از پایه وسط به دو تا پایه دیگه را میده و در غیر این صورت اصلا نباید هیچ عددی نشون میده اگر عددی نشون داد یعنی ترانزیستور مشکل داره و خرابه حالا یه چیز دیگه این که میخوام دو تا عددی که اینجا وجود داره با پایه بیس نشون داده رو یادداشت کنم که بتونیم پایه کلکتور و امیتر رو پیدا کنیم ببینید پایه شماره 3 با پایه بیس داره 716 هزار نشون میده شماره دو با پایه شماره یک یا همون پایه بیس با پایه شماره یک داره یه عدد دیگه در حدود 713 هزار نشون میده پس دو تا عدد رو مشخص کردیم اینو میذاریم کنار میریم سر وقت ترانزیستور C557B به همین صورت این ترانزیستور هم تست میکنیم همونطور که BC337 رو تست کردیم اینجا هم همین کار رو تکرار میکنیم پراپ قرمز رو رو پایه شماره یک گذاشتم و پایه شماره دو و سه تست میکنم رو پایه شماره دو پراپ مشکی رو میذارم داره به من عدد نشون میده ولی رو پایه شماره سه به من عدد نشون نمیده پراپ قرمز رو رو پایه شماره دو میذارم و با پا پایه شماره سه تست میکنم میبینم عددی نشون نمیده خب میام جای ها رو عوض میکنم با پای وسط تست میکنم میبینم آره با پایه شماره سه و پایه شماره یک داره عدد به من نشون میده پس اینجا پایه شماره دو شد پایه بیس ما که پراپ مشکی روش قرار داشت یا همون منفی پس پایه بیس مشخص شده حالا مقداری که پایه بیس با پایه شماره یک و سه نشون میدارم باید یادداشت کنیم الان پایه بیس با پایه شماره 3 داره 755 هزار اوم نشون میده و با پایه شماره 1 750 هزار پس باید این دوتا عدد هم اینجا یادداشت کنم تا کلکتور امیتر این ترانزیستور رو هم پیدا کنیم خب 750 هزارم برای پایه شماره 1 بوده 755 هزار برای پایه شماره 3 بیس هم با پراپ منفی یا همون مشکی مشخص شده بود و به دست آورده بودیم خب برای مشخص شدن MPN و PNP اونی که پراپ قرمز روی بیس بوده میشه NPN و اونی که پراپ مشکی روی بیس بوده میشه PNP اون عددهایی که به دست آوردیم عدد کمتر میشه کلکتور و عدد بیشتر میشه امیتر همینطور توی PNP هم همین صادقه پس کلکتور و امیتر و بیس رو به سادگی تونستیم پیدا کنیم برای سلامت ترانزیستور هم حواستون باشه پایه کلکتور و امیتر وقتی تست دیود میگیرید نباید هیچ عددی نشون بده اگر عددی نشون داد یعنی این ترانزیستور بی جی تی مشکل داره و خرابه پس سلامت ترانزیستور با پایه کلکتور و امیتر کاملا مشخص میشه میتونید تست کنید با تست دیود و تشخیص بدید که این ترانزیستور اشکال داره یا سالمه لایک و کامنت فراموشتون نشه به امید دیدار مجدد